مرقس فصل ششم. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می گفتند: این چیزها را از کجا یاد گرفته است؟ این چی حکمت است که به او داده شده که می تواند چنین معجزات را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ به این سبب آنها از او رویگردان شدند. عیسی با آنها فرمود: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند، فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. عیسی برای تعلیم مردم به تمام دکده های آن اطراف رفت. بعد 12 شاگرد خود را خواست و آنها را 2 نفر برای کار فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین با آنها امر کرده گفت: برای سفر به جز یک عصا چیز بر ندارید، نه نان و نه خرجین و نه پول در کمربندهای خود. فقط چپلی بپا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین با آنها گفت: هرگاه شما را در خانه قبول کنند، تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید، و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند، از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها برا افتادند و در همه جا اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. آنها ارواح ناپاک زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن مسح کرده شفا دادند. هیرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتند: یحیای تعمیددهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگ از او دیده می شود. دیگران می گفتند: او الیاس است. ادعای هم می گفتند: او پیامبر مانند سایر پیغمبران است. اما وقت هیرودیس این را شنید گفت: این امان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم، او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا امر کرد یحیای تعمیددهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیاندازند. هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود. یحیی به هیرودیس گفته بود: تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هیرودیا این کینه را در دل داشت و می خواست او را به قتل برساند، اما نمی توانست. هیرودیس از یحیی می ترسید، زیرا می دانست او مرد خوب و مقدس است و به این سبب او را بسیار احترام می کرد و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. هرچند هر وقت سخنان او را می شنید ناراحت می شد. بالاخره هیرودیا فرصت مناسب به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود دعوت ترتیب داد و وقت تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت: هرچی بخواهی به تو خواهم داد. و برایش سوگند یاد کرده گفت: هرچی از من بخواهی، حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و با مادر خود گفت: چی بخواهم؟ مادرش جواب داد: سر یحیای تعمیددهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: از تو میخواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمیددهنده را در داخل یک پتنوس به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام میمانانش سلام ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و امر کرد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک پتنوس آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.
وقت این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره دفن کردند. رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند. و چون رفت آمد مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود: خودتان تنها بیایید که به جای خلوت برویم تا کم استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با کشتی به طرف جای خلوت رفتند، اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و پیش از آنها به آنجا رسیدند. وقت عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت، چون مثل گوسفندان بی چوپان بودند. پس به تعلیم آنان شروع کرد و مطالب زیادی بیان کرد. چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گفتند: اینجا بیابان است و روزم به پایان رسیده است. مردم را رخصت بده تا به مزرعه‌ها و دکده‌های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند. اما او جواب داد: خودتان به آنها خوراک بدهید. آنها گفتند: آیا می‌خواهی برویم و تقریبا 200 دینار نان بخریم تا غذای به آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید: چند نان دارید؟ بروید ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند: 5 نان و 2 ماهی. عیسی امر کرد که شاگردانش مردم را دسته دسته روی علف‌ها بنشانند. مردم در دسته های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 12 سبد پر از باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از نانها خوردند 5000 مرد بودند. بعد از این کار عیسی فوراً شاگردان خود را سوار کشتی کرد تا پیش از او به بتسیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را رخصت بدهد. پس از آن که عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوه رفت. وقت شب شد، کشتی به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو میزنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و میخواست از کنار آنها تیر شود. وقت شاگردان او را دیدند که روی دریا را می رود، خیال کردند که یک سایه است و فریاد می زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد عیسی سوار کشتی شد و باد ایستاد و آنها به اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیز نفهمیده بودند. آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا توقف کردند. وقتی از کشتی بیرون آمدند، مردم فوراً عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدند عیسی بود بردند. به هر شهر و ده و مزرعه‌ای که عیسی میرفت، مردم بیماران خود را به آنجا می بردند و در سر راه او می گذاشتند و از او التماس می کردند که به بیماران اجازه دهد دامن لباس او را لمس کنند، و هر کس که لمس می کرد